دومین بیانیه 14 تن از مطالبه‌گران آزادی‌خواه مبنی بر استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی نظام حاکم بر ایران منتشر شد که مورد استقبال فعالان سیاسی اجتماعی قرار گرفت. در همین رابطه و برخی مسائل روز گفتگویی داشتم با آقای هاشم خواستار، نماینده مبارز معلمان آزاده کشور و یکی از امضا کنندگان همین بیانیه، که توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. آقای خواستار، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا در این گفتگو شرکت کنید. با سپاس از شما و همکارانتون، بنده هم از شما تشکر میکنم که صدایم را به گوش ملت ایران و جهانیان میرسونید. آقای خواستار، اولین سوال من در ارتباط با دومین بیانیه است که شما به اتفاق 13 تن دیگر از مطالبه‌گران آزادی‌خواه امضا کردید، مبنی بر اینکه آقای خامنه‌ای استعفا بده، از سمت رهبری کنار بنشینه و قانون اساسی نظام هم تغییر کنه. استقبال خیلی خوبی هم از این بیانیه صورت گرفت توسط فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی. نام خودشون رو به عنوان من هم نفر 15 هستم روی این بیانیه گذاشتن به عنوان امضا کننده و اصلا یک هشتگی هم به عنوان من نفر 15 هستم به راه افتاد. لطف کنید توضیحاتی رو که خودتون لازم میدونید در ارتباط با این بیانیه اخیر برای بینندگانمون بیان کنید. خواهش میکنم. ملت قهرمان ایران، آیا قبول دارید که چنانچه آقای خامنه‌ای کنار بره و یک انتخابات آزاد برگزار بشه، تمام این مشکلات ما از جمله تحریم‌های آمریکا برطرف میشه؟ پس دقت کنید، میبینیم که در اینجا یک ملت داره فدای یک نفر میشه. خب یک ملت که فدای یک نفر میشه، چرا اون یک نفر نره؟ آقا یک نفر استعفا بده بره تا این ملت به سعادت برسه، روی خوش ببینه مثل تمام جهانیان. من بارها گفتم که در این 40 به غیر از کشت و کشتار و غارت و چپاول و فساد چی حاصل شده؟ آقای خامنه‌ای هیچ دستاوردی نداشته، پس بذاره بره دیگه. بیش از 40 است. اگر امیرکبیر 3 خورده ای بود و در تاریخ ما باقی مون، در اون زمانی که حتی تلگراف نداشتیم، اگر مصدق 2 خورده ای نخست وزیر بود و افتخار ملت ایران شد، در اون شرایط باز هم تحریم قرار داشت. ولی چی؟ ولی کشور به بهترین نوع اداره کرد و ملت پشتیبانش بود. الان نشون میدن ملت، عملا در همه جا نشون میدن که ملت پشتیبان آقای خامنه‌ای نیست. پس آقای خامنه‌ای باید بگذاره بده کنار، استعفا بده دیگه. در تمام دنیا اندک اتفاقی میفته، فوری رئیس جمهور نخست وزیر استعفا بده. ماشاءالله اینا چنان به میز و قدرت چسبیدن که از اینا جدا شدنی نیست. بابا شما دروغ بگید که ما پیرو امام علی هستیم. امام علی میگفت این حکومت و این قدرت اندازه آب بینی بوزم بری من ارزش نداره. شما چرا به این صدری و به این قدرت چنان تکیه دادید و حاضر بیستید برید کنار؟ برید تا کنار، تا این ملت در یک مسیر توسعه و سعادت بیفته. بله در خدمتم. آقای خواستار، ما رفتار نظام رو در این چند وقت اخیر، به خصوص منظورم این یک ماه هست، در منطقه شاهد هستیم که بحرانزایی های زیادی کرده. حمله به نفتکش ها، حمله به پهباد آمریکایی در منطقه پرواز بین المللی یا موارد دیگه که باعث شده فشارهای بین المللی روی نظام چند برابر بشه. اینها از یک سو، و از سوی دیگه ما میدونیم که واقعا جامعه ایران الان مانند یک بشکه بارود هست. یعنی هر لحظه امکان انفجار اجتماعی وجود داره، به اون دلایلی که خب ما همه میدونیم، فقر، نبودن آزادی، دموکراسی و مسائل دیگه. به نظر شما چرا نظام دست به یک چنین حرکت‌هایی میزنه؟ با توجه به این آگاهی که داره و میدونه جامعه ایران به صورت انفجاری هست، چرا دست به یک چنین حرکت‌هایی در منطقه میزنه که باعث بشه فشار مضاعف روی خودش وارد بشه؟ نظام جمهوری اسلامی به رهبری آقای خامنه‌ای در بنبست کامل قرار داره. یعنی روبرو هم جهنمه، پشت سر هم جهنمه. بیش از 40 هست که این کشور رو غارت میکنن، آدم میکشن، هیچ گونه دستاوردی هم به دست نیاوردن. بنابراین در اینجا
این حاکمیت مونده که چیکار بکنه، به چه روشی بره جلو که بلکه یک براش گره‌گشا باشه و دست به اعمالی بزنه، به هر حرکتی، به هر عملی که بزنه باز مثل یک فردی بمونه که در مرداب دست پا بزنه و این بیشتر در لجن فرو میره. من به آقایان توصیه میکنم، سفارش میکنم به حاکمان ایران، بهترین کار این هست که از ملت ایران عذرخواهی کنید و برید کنار. این یک عاقبت شومی برای شما هست. برای چه؟ برای که این ملت به هیچ عنوان پشتوانه شما نیست. من اینجا اجازه بدید یک نکته بگم، برای که ملت ایران هم بدانه که چرا، برای همه مشخص بشه، برای حاکمیت هم مشخص بشه که چرا ملت ایران پشتوانشون نیست. در تمام دنیا پشتیبانی یک ملت از یک حزب یا از یک فکر، از یک فرد، از یک جریان به وسیله صندوق انتخابات معلوم میشه. ما در ایران انتخابات آزاد نداریم. اگر انتخابات آزاد داشته باشیم به جرأت میتونم بگویم که آقای خامنه ای 1% آرا را هم نداره. بنابراین من توصیه میکنم برن آقای خامنه‌ای بره کنار. و اما دلیل دومم، همه ما در سال 59 در 31 شهریور 59 که جنگ ایران و عراق شروع شد، در اون ابتدا همه میدیدن که مردم چقدر از جانشون میگذاشتن، همه چیز زندگیشون رو میدادن که چی؟ برای رزمندگان، که این جنگ به خوبی به پایان برسه. حالا بگذاریم که آقای خمینی هدف های دیگری داشت و این جنگ برای آقای خمینی نعمت بود، 8 سال ادامه داد، ولی مردم به خصوص در اون اوائل بسیار فداکاری کردن. الان ملت ایران به هیچ عنوان از این حاکمیت در مقابل آمریکا حمایت نمی کنن. خواهی ها این حاکمان باید به چی دل خوش باشن؟ به اون موشکا؟ آقا این موشکا هیچ ارزشی نداره. اصل ملت هست. در تمام دنیا حکومت هایی که ریشه در بین مردم دارن اصل ملت ها هستند. بنابراین این ملت ایران شما را قبول نداره، بهتره که برید کنار. آقای خواستار، سوال من از شما و اون دوستانی که این بیانیه رو منتشر کردید باهاشون، اون 13 تن عزیز و دیگران که امضا کردند این بیانیه رو، میدونم چند تنی از این عزیزان الان هستن اونجا، حضور دارن که من با شما مصاحبه میکنم، چقدر شما خودتون معتقد هستید که نظام یک چنین کاری رو انجام بده؟ یعنی بیاد از مردم عذرخواهی کنه و کنار بره، یا آقای خامنه‌ای بیاد استعفا بده؟ من احتمالش بسیار کم میدونم. متاسفانه در تاریخ تمام دیکتاتورها موقعی که به پایان خط میرسن اون وقت هست که به خودشون میان، ولی چاره ای نیست. ما باید حرفمونه بزنیم، ما حرفمونه میزنیم و در اینجا دوتا مخاطب داریم، یکی آقای خامنه ای و حاکمیت ایران و دوم ملت ایران، که ملت ایران هم بدانن که با چه حاکمانی سر و کار دارن. بنابراین این تقاضای استعفای ما تنها بردش در رابطه با در مقابل حاکمیت نیست، بلکه چی؟ ملت هم 100% ما از ملت ایران میخواییم همونطور که تا به حال پشتیبانی کردن از این جریان استعفای آقای خامنه‌ای پشتیبانی کنن، که انشالله با کمترین هزینه ایشون استعفا بده و ما بتونیم وارد پروسه یک دموکراسی، یک آزادی، یک انتخابات آزاد بشیم. آقای خواستار، میخوام به تحریم ها بپردازم. تحریم های جدید، همینطور که شما هم در جریان هستید، شب گذشته آمریکا مستقیما به سراغ آقای خامنه ای و بیت ایشون رفت. آقای خامنه ای و اموال آقای خامنه ای در خارج از کشور رو و دفتر ایشون رو مورد تحریم قرار داد. دسترسی آقای خامنه ای به میلیاردها دلار
پولی رو که در خارج از کشور کنار گذاشته بودند رو قطع کرد و از سوی دیگه سرداران سپاه، 8 تن از سرداران سپاه رو مورد تحریم قرار داد و وعده داد آقای منوچین که در هفته آینده وزیر امور خارجه این نظام یعنی آقای محمد جواد ظریف رو هم تحریم خواهند کرد. این تحریم ها بی سابقه است در نوع خودش، یعنی رهبر یک نظام و وزیر امور خارجی یک نظام تحریم بشن. خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. بله، عرض بزرگ شما که من فقط اینجا به خصوص در سال آخرتون رو جواب بدم که آقای ظریف دکتراش از کجا، دکترای حقوقش از آمریکا گرفته. من به امثال آقای ظریف میگم که ایشون خودشون پروفسور حقوق بشر هم میدونم. جناب آقای ظریف و ظریف ها، شما که دکترای حقوق از آمریکا گرفتی، تاریخ آمریکا رو نخوندی، نمیدونید که آمریکا که به این عظمت، به این درجه از پیشرفت رسیده فقط به خاطر آزادی و دموکراسی که در این 230 سال داشته میباشه. یعنی نمیدونید واقعا، اگر نمیدانند باید به حال اونا افسوس خورد. وگرنه من به اینها میگم شما این پست مقام چه ارزشی برای شما داره؟ شما موقعی که مورد تنفر ملت هستید، این پست مقام کجاش ارزش داره؟ من به تمام اینا، به آقای ظریف میگم، به آقای خامنه ای میگم، برگردید به دامن ملت. شما نگاه کنید کشورهایی که دموکراسی دارن، دوره نخست وزیریش تموم میشه، دوره ریاست جمهوریش تموم میشه، چقدر راحت میرن کنار. یه فرد عادی هستن، هیچ مشکلی هم به اینا پیش نمیاد. الان در کشور ما تمام کسانی که پست ریاست جمهوری داشتن، نخست وزیر بودن، یا در تبعید هستن، یا در حصر خانگی هستن، و یا مغضوب هستن. آه، این نظامی که شما درست کردید چطور نظامی هست که همه اینهایی که در رأس این نظام بودن با شخص رهبر مشکل دارن؟ خب پس موقع که اینطور مشکل دارن، یه امر طبیعی هست که آمریکا که تحریم میکنه ملت خوشحال میشن. آقا این برگردید، من باز به شما سفارش میکنم، برگردید به دامن ملت. نگاه کنید اون محبوبیتی که قبل از انقلاب داشتید، یا میگم اون 6 ماه اول انقلاب داشتید، چرا به این درجه از نفرت رسید؟ چرا اون عشق تبدیل به تنفر شد؟ به خاطر اعمال شما، به خاطر رفتار شما که یک ملت رو دارید به تباهی میبرید، به نیستی میکشونید. خب معلومه که این ملت منزجر هست نسبت به شما، تنفر داره نسبت به شما، خودتون کنار میکشید. آقای خواستار، به اوایل انقلاب اشاره کردید. در مصاحبه های قبلی شما گفته بودید که در 2 سال اول انقلاب ما آزادی و دموکراسی داشتیم. در همین ارتباط مخاطبان زیادی پیام هایی رو ارسال کردند، انتقاد کردند از شما که به چه صورت در اوایل انقلاب دموکراسی داشتیم ما. خواستن که شما در این مورد توضیح بدید. ملت قهرمان ایران، بنده مثل تمام انسان ها اشتباه میکنم، چون چند بار فیلم گرفتیم دیگه نتونستم اون قسمت رو حذف کنم. زمانی یکی از دوستا گفت که اون دموکراسی رو حذف کنم که دیگه دیر شده بود و منتشر شده بود. من اینجا از ملت ایران عذر میخوام که کلمه دموکراسی رو آوردم. باید میگفتم ما در اون 2 سال آزادی نسبی داشتیم. کجا ما دموکراسی داشتیم؟ ملت کرد رو قتل عام کرد جمهوری اسلامی. اون روستای قارنا در کردستان، زن و مرد و پیر و جوان همه رو قتل عام کردن. اون ملت مردم عرب ره، عرب های ایرانی ره قتل عام کردن. ترکمن سهراز اون سرانشون رو کشتن. همینطور در تبریز بلوا، خود جمهوری اسلامی در تبریز بلوا ایجاد کرد، و در بلوچستان همینطوری. به هیچ عنوان دموکراسی نداشتیم. منطقه من هم مثل تمام انسان‌های دیگه اشتباه میکنم و در اینجا عذر میخوام که اینطور اشتباه بزرگی کردم. آقای خواستار، مردم در دیماه 1396 قیام کردند، مردم ایران، و یک پارچه و یک صدا به کلیت نظام نگفتند.
شعارشون این بود که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. و این قیام تا امروز ادامه داره. با توجه به بازداشت‌های گسترده، سرکوب شدید و قتل‌هایی که چه در بیرون و چه در زندان‌ها صورت گرفت، ولی این قیام ادامه داره. هر روز وقتی به نقاط مختلف کشور ما نگاه کنیم، شاهد این تظاهرات‌ها و اعتراض‌های مردم به عناوین مختلف هستیم. به نظر شما در این زمان قیام مردم ایران به چه چیزی بیشتر از هر چیز دیگری احتیاج داره؟ البته این قیام شک نیست که به اتحاد بسیار احتیاج داره. اتحاد کارگران، معلمان، دانشجویان، ارتش، همینطور ارتش، پرستاران، کشاورزان، بازاریان، همه و همه باید با همدیگه متحد بشن که منجر به یک اعتصاب عمومی سراسری و ملی بشه که این حکومت رو به زانو در بیاره. همینطور کارکنان دولت کلن، حالا چه شرکت نفت باشه، چه شرکت گاز باشه، چه تمام شرکت های دولتی، وزارتخانه ها، یک اعتصاب همگانی و ملی باید به وجود بیاد که این حاکمیت بفهمه الان خودش زده به اون در، میدونه که ملت تنفر داره نسبت به اونها، که حالیشون بشه که آقا موقع رفتن هست، این ملت شما رو قبول نداره، ما احتیاج به یک اتحاد عملی داریم. اتحاد تئوری وجود داره، یک اتحاد عملی بین تمام اقشار ملت ایران که چی؟ که با هم متحد بشیم و یک اعتصاب عمومی سراسری را بیندازیم. من درود بفرستم بر این ملت قهرمان ایران و به امید همون روز هستیم. آقای خواستار، این سوال من برمیگرده به خود شما. در جریان هستم که نیروهای امنیتی خب مدت هاست بر شما فشار میارن، حالا بازداشت ها و مسائل گذشته رو ما اگر بهش نپردازیم، در همین چند ماه گذشته من میدونم که فشارها روی شما خیلی زیاد شده. اخیراً میدونم با خانواده شما تماس گرفتند و از فرزند شما خواستند که شما رو مدیریت کنه. این خیلی جالبه، چون اینها همیشه سعی میکنند یا یک مسیری رو خودشون به فعالان اجتماعی سیاسی بدن، یعنی کنترلشون کنن و در اون مسیری که خودشون میخوان اونا رو سوق بدن، یا اینکه متوقف کنن فعالیت هاشون رو، و یا اگر این دو مورد انجام نشود بعد سرکوب و بازداشته. از فرزند شما هم خواستند که شما رو مدیریت کنه. خواستم که لطف کنید خودتون در این ارتباط برای بینندگانمون توضیحاتی رو بفرمایید. خواهش میکنم. من در ابتدا یک جمله بگم که این حکومت، حکومت ترور و غیر قانونی و نامشروع هست. حکومت ترور هست که در سر تا سر ایران و خارج از ایران، در هر شهری که نگاه کنید تعداد زیادی رو ترور کرده، همه مردم میشناسن، همه. غیر قانونی هست برای اینکه انتخابات آزاد برگزار نمی کنه، به اینها بر اساس یک انتخابات آزاد روی کار می آمدن. نامشروع هست برای اینکه ملت ایران اینها رو قبول ندارن. اینها به شکل‌های مختلف به سراغم آمدن، بارها من زندان کردن، در زمانی که معلم بودم کسر حقوق کردن، من فرستادن بیمارستان روانی به شکل‌های مختلف. در همون بیمارستان روانی روزی که آزاد میخواستیم بشین، همسرم بعداً به من گفت که نماینده اطلاعات به همسرم میگه که آقای خواستار شما رو خیلی دوست داره، شما کاری بکنید که آقای خواستار از این حالت خارج بشه، این بیش مخالف سیستم حکومت نباشه اینا. همسرم در جوابشون گفته که خواستار میگه که حاضرم 100 سال در زندان اطلاعات باشم، ولی در 1 ساعت در زندان تو نباشم. که خود نماینده اطلاعات خودش میگه راست میگید که خواستار این خصوصیاتشه، این ژنتیکشه، این اخلاقشه، این تغییر میکنه. اما الان که بیش از 6 ماه هست که از اون بردنم به بیمارستان روانی میگذره و من حق من هست که دلم میسوزه به حال این مملکت، این کشور که به این روز سیاه افتاده و
داشته باشم علارغم اینکه محدودیت های بسیاری برای من انجام دادن، فشار من بودن، 5 تا شماره موبایل مسدود کردن، با تمام این محدودیت ها من بالاخره باز کم بیش تلاش میکنم که صدایم را از طریق بزرگوارانی مثل شما به گوش ملت ایران برسونم. اینها همسرم و پسرم را خواسته بودن که همسرم چون با من بود در گلبار ندونسته بود بره، به پسرم گفته بودن که شما پدرتون را مدیریت کنی. من نمیدونم واقعا من موندم که یعنی چه، یعنی یک بچه پسرم بیاد من مدیریت کنه؟ این اصلا کجای این قانون، این یک چیزی هست در کجای دنیا هست، در کجای حقوق بشر هست، در کجای اسلام هست، در کجای قانون اساسی هست، در کجای قوه قضاییه هست؟ اون وقت هم چی؟ نماینده اطلاعات با نماینده دادستان با هم دیگه بودن که ما دیگه تصمیمات من اتمام حجت ها مونه میکنیم. آقا شما که بارها اتمام حجت ها دونه کردی، من گفتم آقا بری تو اون قبرستان یک اتاق درست کنی من بندازی داخل همون اتاق، تا موقعی که بردن همونجا همون اتاق را سرم خراب کنید، همونجا من دفن کنید، دیگه چی میخواید از جان من؟ من دکتر به این روز سیاه شدید یک جو یک ذره یک سر سوزن احساس داشته باشید این ملت در فقر و فلاکت به سر میبرم. که وقت شما آمدید به یک معلم بازنشسته که نزدیک 70 سال سن داره مرتب هی تهدید میکنید، هی فشار میارید، آقا چه خبره دیگه؟ اندازه داره دیگه. بله اینا این اعمال انجام میدن. ولی من میگم نگاه کنید، من به همه میگم، به خصوص به این حاکمان میگم، اینا ضرب المثل هایی هست که ما ایرانی ها داریم. میگن راه برو بیراه مرو، هرچند که راحت دور شه بار کش به منزل نمیرسد. این باطله کان زهوق و باطل از بین رفتنی هست. آقا تمام اینها مشخص، راه راست بری. من که مرتب هی پیغام بدن تو خصوصی های افراد به تلفن بزنن این طرف که آقا با خواستار تماس نگیرید، کلش نرید، این ارتباط داره با منافقین، این فلان است، این فلان اینطوری هست. آقا راه راست برید، این راهی که شما رفتید به این روز سیاه ملت رو نشوندید و به این دلیل تنفر از ملت رسیده. من به شما توصیه میکنم که این راه رو ادامه ندید، این راه را ادامه بدید. همون راه محمد رضا شاه پهلویه، اون محمد علی شاه قاجاره، نمیدونم صدام قذافی هست. این نشون داده دیگه در تاریخ ایران، در تاریخ در منطقه خاورمیانه. بله درود بر شما آقای خواستار. اگر در آخر مطلبی هست که میخواهید بیان کنید خواهش میکنم بفرمایید. من فقط همین قدر، باز چون که آقای نماینده دادستان گفته بودن که این انقلاب اسلامی ریشه در بین مردم داره، میگم جناب آقای نماینده دادستان اگر میخوای که بدونی که ریشه در بین مردم داره، باید صندوق انتخابات آزاد وجود داشته باشه که در اونجا معلوم بشه که این ریشه داره یا نداره، که عملا تا به حال نشون دادن که چی؟ که ریشه نداره. و اما جناب آقای نماینده دادستان، شما رئیس قوه قضاییه، شما جناب آقای رئیسی هست که در که آیت الله منتظری گفت که در تابستان سال 67 چه انسان‌های را، هزاران انسان را در زندان‌ها قتل عام ایشون کرده، اون سر جای خودش. جناب آقای نماینده دادستان من بگویید، به من جواب بدید، ایشون در انتخابات ریاست جمهوری اخیر کاندید بود، هزاران میلیارد تومان هزینه کرد. آقا اینا را از کجا آورد؟ اینا دزدی نیست، از کجایه؟ در کشورهای پیشرفته این حزب هست که برای فرد تبلیغات میکنه. حزب اگر $1 به اون حزب بدن باید مشخص باشه، شفاف باشه. اگر 10 میلیون یک حزب عضو داره، هر کدام 10,000 تومان که بدن، نگاه کنید در ماه میشه 100 میلیارد تومان، در سال نمیدونم چقدر میشه. اینا اون تمام هزینه هاشه چیکار میکنه؟ به راحتی انجام میده. حالا این همه آقای رئیسی خرج کرد، هزاران میلیارد تومان از کجا بود؟ به غیر دزدی از اون آستان قدسه. آها اینا بگن که بعد خیر ولایت دستور داده. عجب، ما انقلاب کردیم
کمک کنه، نه یک فرد. این رفتارشون فقط در حکومت‌های دیکتاتوری هست. این آقای رئیسی نماینده دیکتاتور هست که بدون اینکه پاسخگو باشه که این پول‌ها رو از کجا آورده، راحت هزینه کرده و از ملت هم طلبکار هست. درود بر شما. آقای خواستار سپاسگزارم. خواهش میکنم. منم همینطور تشکر میکنم از شما.